سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امروز چقدر توقع داشتیم بازی خوب ببینیم، گل ببینیم و بالا پایین جدول رو ببینیم. هیچ اتفاق نیفتاد. خیلی هم بازی‌های سرد و بیروحی بودش و فوتبال همچنان ادامه داره. لیگ برتر همونطور که گفتم بالای جدولی‌ها از جاشون جم نخوردن. در آخرین روز هفته 25 مسابقات امروز در تبریز دیدار استقلال تیم نخست و تراکتور تیم رده چهارم جدول نه گل داشت نه برنده. حاصله مسابقه فقط نادری. یک امتیاز برای هر کدام از تیم‌ها. آبیای تهران در صدر 54 امتیازی شدن و تراکتور در رتبه چهارم 41 امتیازی. ارسال بلند این بازیکن جالب نیست و تو بر میگرده. تو همون نیمه اول ما باید بازی رو تمام می‌کردیم، باید گل می‌زدیم. چون اینجور بازی‌ها بازی‌هایی نیستش که تیم‌ها زیاد موقعیت داشته باشن. با شما باید با کمترین موقعیت بتونی موفقیت برسی و بتونی بازی رو تمومش کنی. ما تمام تلاشمون کردیم که این اتفاق بیفته ولی استفاده نکردیم. توی یکی دو تا صحنه سعی کردیم توی ضد حمله به گل برسیم ولی متاسفانه یه ذره دقتمون تو دادن پاس‌های آخر خوب نبودش و نتونستیم موفقیت برسیم. با توجه به اینکه میدونستیم ما باید برای بردن و تعویضی هم که کردیم واسه اینکه بتونیم هجومی‌تر بازی کنیم بتونیم به موفقیت برسیم، بتونیم گل بزنیم، ولی تراکتور خودتون دیدید تعویضایی که انجام داد، یارهایی که اومدن تو، کیفیت بازیکناشون اومدن تو، اصلا بازی مقدار اصلا شرایط دیگه رو پیدا کرد. یه فوتبال پویا و اکتیو بود، خیلی فشرده، بازی سنگینی بود با توجه به اینکه ما 5 روز قبل یه بازی 120 دقیقه‌ای کرده بودیم تو جام حذفی و سعی کردیم که خیلی زود تیممون رو ریکاوری کنیم. بچه‌های من امروز واقعا جنگیدن، خیلی خوب بازی کردن، مخصوصا تو نیمه دوم که فوق‌العاده بودن. اصلا دو سه تا موقعیت خیلی خوب داشتیم که میتونستیم استفاده کنیم ولی پیش میاد تو این بازیات این اتفاقات میفته. چیزی که منو خیلی خوشحال میکنه این که تیممون علاوز سازماندهی دفاعی واقعا متعهدانه بازی کردن بچه‌هامون. اولی خسته نباشید به هوادارم قبل از ورزش بگم دست تک تکشون درد نکنه، واقعا جانان تشکر کردم. حیف شد باید بازی می‌بریم، تیم سرتر زمین بودیم، بهتر بودیم، تا قسمت نبود دیگه ببریم. ولی تو اون صحنه خود من، حالا من احترام می‌ذارم به آقای حیدری، واقعا داور خوبی، ولی اون صحنه بذار کارشناسا تصمیم بگیرن. به نظر من، من نظرمو میگم، حالا بازم میگم کارشناس هستم، ولی به نظر من 100% اخراج بشه. هم دندونم شکسته، کل لبم از بالا تا پایین نگاه کنین فکر کنم 7-8 تا بخیه خورده، نمیدونم چند تا خورده، ولی به نظر من حالا میگم تصمیم احترام میذارم به آقای پیامی در دیگه. من بدرفتاری از هوادارمون ندیدم، حالا شما میفرمایید. آره من متوجه دیگه، من متوجه وسیله پرت کردن، میخوام بگم من حقیقتش چون ندیدم و متوجه نشدم نمیتونم اظهار نظر کنم. ما هوادارمون به هر حال واقعا هواداری خونگرم و خوبی هستن. شما نگاه کنین توی شلوغ ترین بازی ها، توی پرتعداد ترین تماشاگرای بازی ها اومدن و با نظم و سپاهان بله با نظم و انضباط استادیومو ترک کردن. ما واقعا ممنون هستیم ازشون که همیشه پشتیبان تیم ما هستن و من امروز مورد خاصی رو ندیدم. اگه هوادارهای تراکتور بودن که همیشه قابل احترامم، برای من هوادارهای تراکتور هیچ مشکلی باشون ندارم و همیشه تو تبریز خیلی استقبال. نمیدونم، به هر حال میگم اگر طرفدارای تراکتور بودن واقعا که همیشه برام قابل احترامن، جوابم فقط همینه. من هیچ وقت تو تبریز عمل ناشایستی از تماشاچی‌های تبریزی ندیدم. اگه اونا هم بودن من همیشه به دیده منت قبول میکنم، چون هیچ مشکلی باشون نداشتم، قابل احترامم برام. ولی اگر تماشاچی‌ها و طرفدارای منتسب به تیمی بودن، حالا هر تیم خاصی دیگه اونا رو جوابشون رو دادم به هر حال و مطمئن باشن تا روزی که خدا این نفس به من میده با هم کار داریم. حالا مطمئن باشن که حریفشون هستم، ولی با هر طرفدارای تراکتوری هیچ صحبتی ندارم. همیشه کینه‌ای نیستم، نه من آدمی نیستم که یه چک بخورم بیسم بگم یکی یه دونه این برام بزنید، علو گذشتم نیستم. یه لحظه تو پرسپولیس هم اومد زبونتون، یه لحظه میگم الان اسم کی؟ نه گوشتون اشتباه شده. اما در دیگر بازی حساس بالای جدول پرسپولیس و سپاهان تیم‌های دوم و سوم جدول در ورزشگاه آزادی به مسافه هم رفتند و در حالی که قرمزهای تهران از تساوی رقیب آبی پوش در تبریز خبر
و این فرصت رو داشتن تا با پیروزی تو این دیدار خونگی به صدر برسن. با این وجود اما اونها هم گل نخوردن و گلی هم نزدن و این مسابقه هم بدون اینکه تأثیری در جدول رده بندی بذاره مساوی به پایان رسید. در این دیدار پرسپولیس از دقیقه 82 با اخراج امید عالی‌شا 10 نفره به بازی ادامه داد. با این نتیجه قرمزهای تهران با 53 امتیاز همچنان با فاصله 1 امتیازی در تعقیب استقلال هستند و سپاهانی ها در مکان 4 41 امتیازی شدند. در دیگر بازی امروز نساجی در اصفهان به مصاف ذوب‌آهن رفت و موفق شد با 2 این تیمو شکست بده. گل‌های قائم شهریار رو در این بازی منصور باقری و امیرحسین سام حیدری به ثمر رسوندن. شاگردان الهامی با این برد 2 تو جدول بالا اومدن و در جایگاه 13 قرار گرفتن. ذوبی ها هم 8. گل دوم زده میشه برای نساجی توسط امیر حسکوهای ورزشگاه فولاد شهر در دقیقه 30 اما آلومینیوم در عراق با تساوی 1-1 مقابل میهمانش فولاد متوقف شد. ساسان انصاری برای فولاد در این بازی گل زد و امین کاظمیان کار رو برای آلومینیوم به تساوی کشوند. با این نتیجه فولاد 1 در جدول پایین تر رفت. در رتبه 14 بیش از پیش در معرض سقوط به لیگ 1 قرار گرفت. گل توی دروازه هوادار در ورزشگاه پاس قوامین 2-1 از سد صنعت نفت آبادان گذشت. داریوش شجاعیان و کریم اسلامی برای هوادار گلزنی کردند و تک گل آبادانی ها رو هم طالب ریکانی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. با این نتیجه دو تیم تغییری در جایگاهشون به وجود نیومد و هوادار 11 و صنعت نفت در قعر جدول. حملاتش ادامه داره. کریم اسلامی تو محبت هست. کریم اینم گل دوم. پیکر تیم صنعت نفت آبادان توپ پشت محوطه گرفت. چقدر راحت وارد محوطه شد و با پای دیدار استقلال خوزستان و ملوان هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. رضا جعفری برای ملوان و عثمان دندونگ برای استقلال خوزستان گلزنی کردند. با این تساوی خوزستانی ها با 1 سقوط به رده 15 جدول رسیدند و ملوان در همان رده 5 باقی ماند. و شهرآورد کرمان هم بین مس رفسنجان و گلگوهر سیرجان با تساوی 1-1 تمام شد. سعید سرخیزان برای گلگوهر و فرشید باقری برای مسیحا در این بازی گل زدند. با این تساوی دو تیم 31 امتیازی شدند و تغییری در جایگاهشون در جدول به وجود نیومد. گلگوهر 6 و مس هم در رده 9 قرار دارد. بعد ارسال بشه به روی دروازه مس توپ رو میفرستن درون محوطه جریمه و گل. گل مساوی رو فرشید باقری میزنه برای مس رفسنجان و نتیجه رو من اصلاح کنم. سپاهان 3 جدول و ما حالا گفتیم 4. عرض به حضورتون که ما 2 مهمان داریم، 2 محمد، یکی محمد نوری عزیز پیشکسوت باشگاه استقلال و آقای محمد برزگر پیشکسوت باشگاه پرسپولیس که در خدمتتون هستیم. خیلی خوش آمدید. منم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب آقای اصلین عزیز، همکاران عزیزتون و بینندگان عزیز برنامه مجله فوتبال. در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان و عوامل پشت صحنه و همه بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امشب اینجا هستم. آنی روی خیلی بازی با کیفیتی ندیدیم از دوتا تیم، نظرتون چیه؟ خب ببینید، من فکر کنم استقلال بازی بسیار سختی پیشبینی میشد که بازی بسیار سختی داره، چون توی تبریز با توجه به هواداران شما خودتون میدونید متأسف تیم تراکتورسازی، این بازی پیشبینی میشد که بازی بسیار سختی هستش. خب یه رقابتی هم بود بین، حالا چون پرسپولیس هم بازیش با سپاهان خیلی سخت بود، من فکر می‌کنم یه فاصله یه امتیازی هم باعث شده بود که یه مقدار استرس داشته باشن تیم‌ها. من فکر می‌کنم به هر حال استقلال تو تبریز خوب نتیجه گرفت، یه امتیاز، و اون یه امتیازه من فکر می‌کنم خیلی شاید اون آخرین بازی‌ها به درد بخوره و اینا. خب به هر حال بازی بسیار مشکلی بود. خب ببینید جناب اسدیان، من اینجا بدون اغراق بگم که دست آقای نکونام روی نیمکت خیلی خالی هستش. اینا شما نیمکت تراکتور سازی رو ببینید، هر بازیکنی که می اومد بیرون یه بازیکن بهتر از اون میرفت تو زمین، اما آقای نکونام که میخواست تعویض کنه
من فکر میکنم بنده خدا دست بالش بسته بود از این بابت و اینا یه مقدار مشکل داشت. آسیب دیگه هم بچه‌هاش نگم سهرابیان آسیب دیده، یامگاه شما نگون اون یامگاهی که ما به هر حال مورد کلیدی ما بود اونجوری شد نتونست دیگه بازی بکنه اینا. به هر حال ما سیلوا آسیب دیده است، خب با توجه به این آسیب دیدگی مورای کلیدی ما و حالا من اینم بگم ببخشید زیاد خوب نیست، خدا اثر تقصیرات کسایی که بازیکن باید تزریق میشد به تیم تو نقل انتقالات دست بال ما اینجا بسته نباشه نگذره که واقعا هوادارام از این بابت این ناراحت هستن. انشالله که به امید خدا این بازیهای بعدی رو ما با قدرت بریم که انشالله قهرمان بشیم. ما برمیگردیم به شما آقای برزگر، نظرتون راجع به پرسپولیس چیه؟ پرسپولیس امروز میتونست اگر اون نتیجه‌ای که میخواست رو بگیره میتونست بیاد و بالاتر از استقلال قرار بگیره ولی نشد. خدمت شما عرض کنم با توجه به اینکه پرسپولیس نتیجه بازی استقلال کاملا در جریان بود و نفرات میدونستن، یه استرسی حاکم بود بر کل تیم پرسپولیس چون اگه بازی رو میبردیم میرفتیم صدر جدول، ولی خب این اتفاق نیفتاد. خب ما توی روند بازی تیم سپاهان نسبت به نیم فصل اول دیدیم که خیلی تغییر پیدا کرده بود و این امروز یکی از علتهایی بود فکر میکنم که پرسپولیس نتونست نتیجه رو بگیره. دلیلش هم این بود که اینا تو نیم فصل اول با دو تا دفاع چپ و راستشون بالا بازی میکردن و فضاها و نیم فضاها رو میدادن، ولی امروز دو تا دفاع چپ و راستشون کاملا عقب بازی میکردن، فضاها رو و اون تجمع خط دفاعی زیاد رو فضاها رو گرفته بودن. رو همین حساب ما شاهد بازی خوبی از هر دو تا تیم نبودیم، بازی تقریبا کسل کننده بود، با اینکه پرسپولیس امروز نیاز مبرم به برد داشت که بره صدر جدول، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا ما تو نیمه دوم دیدیم که حالا تو دقایقی از بازی آقای عبدالکریم و آقای اورانوف از سمت چپ موقعیت‌هایی رو خلق کردن، ارسال‌هایی داشتن، ولی با توجه به تک فوروارد و شرایطی که ما تو باکس کمبود یار داشتیم اصلا نمی‌شد با یه مهاجم و تعداد نفرات کم به گل برسیم. همین دلیل یکی از علتهایی بود که نتونستیم از یعنی موقعیتی حاصل نشد و در مورد حالا به قول معروف اون اخراجی هم که حالا دقایق آخر اتفاق افتاد، فکر میکنم کار آیه امید علیشاه یه کار غیر حرفه‌ای بود. بله. هم اون هم یه کمک مربی سپاهان یه خیلی بازی رو جنجالی کردن. به نظر من این چیزا از اون روح پهلوانی و ورزش خارج. ما برمیگردیم به شما حتما. من یه خبری رو بخونم شاید با آقای نوری بتونیم ادامه بدیم این بحثو. خطیر از مدیر عامل استقلال برکنار شد. خبرگزاری ها ساعتی پیش خبر دادن که هیئت مدیره باشگاه استقلال علی خطیر مدیر عامل این باشگاه از سمتش برکنار و فرشید سمی یکی از اعضای هیئت مدیره رو به عنوان سرپرست باشگاه معرفی کرده. برخی رسانه ها مدعی هستند که علت این تصمیم هیئت مدیره واریز مبلغ 50 میلیارد تومان به حساب اعضای تیم بدون دریافت مجوز از مالکان جدید بوده. من یه راجع به این خبر یه صحبت کوتاهی رو انجام بدم. ببینید حالا دو تا مالک جدید اومده برای استقلال پرسپولیس. هولدینگ خلیج فارس متاسفانه خیلی داره، من میتونم بگم امنیتی عمل میکنه و اصلا نمیخواد خبری بیاد بیرون. اول که به ما گفتن آقای علی عسکری نیستن و خارج از کشورن، حالا برگشتن، بعد گفتن 48 ساعت قبل از بازی ما صحبت نمیکنیم، بعد دوباره شد امشب. من به همهشون از روابط عمومی، از آقای شهریاری و دوستای رو دوستان پیامک دادم. به هر حال ما نباید خیلی دنبال خبر باشیم، دوستان وظیفه دارن که وقتی یه تیم و مالکیتش رو به عهده میگیرن و هوادار میلیونی میخواد بدونه که جریان چیه. اگر شما پاداش دادید 50 میلیارد تومان و یعنی درصدی از قرارداد بازیکنان رو دادین، چرا مدیر عامل رو برداشتین؟ اگر این خبر غلطه بیاید پاسخ بدید. من اینجا خواهش میکنم از مسئولان هولدینگ که بیان پاسخگو باشن و آقای علی عسکری هم که دیگه در سازمان صدا و سیما فعالیت میکردن، ما همیشه همه رو میگیم که باید بیان پاسخگو باشن. خواهش میکنم که وقتی این بر اون بر میز قرار میگیریم تغییر نکنه نظرمون. آقای نوری بفرمایید جای خبر. خب ببینید به هر حال من فکر میکنم این تغییر تحول باید زودتر انجام میشد، چون خودتون میدونید از اولی که به هر حال ما آقای نکونام اومد یه سری اختلافاتی بود بین مدیر عامل آقای نکونام و آقای نکونام هم حق داشت
چون به هر حال خواسته که داشت خواسته غیر معقولی نبود و بازیکن میخواست که حالا جذب بشه و اینا، و متاسفانه این اختلاف ادامه پیدا کرد تا اینجا. و به هر حال من فکر کنم آقای خطیر جوری عمل کرد که هوادارم راضی نبودش تو این قضیه. خب منم خودم منتقد درجه یک آقای خطیر بودم، یعنی تو صحبتام، تو استوریام، حتی با خبرگزاری که مصاحبه می‌کردم مخالف ایشون بودم، چون کاری برای تیم انجام نداد، به هر حال کمکی به تیم نکرد، متاسفانه نه برای تیم، حتی برای پیشکسوت‌ها، و حالا دیگه وارد به هر حال جزئیات نشیم. اما من فکر کنم یه خبر خیلی خوبی بودش که به هر حال امشب رو خبرگزاری اومدش، سایتاشون اومد و همه، که هوادارا رو مقدار خوشحال کرد از این بابت. چرا؟ چون من فکر می‌کنم آقای خطیر مدیر عاملی نبودش که بتونه به هر حال مهره‌ای باشه که بتونه کمک کنه به استقلال. و من تو مصاحبه‌ام گفتم، تو بعضی شبکه‌هام که بودم گفتن آقای نوری به آقای خطیر از نمره 20 چند میدی؟ من گفتم 0. بله. چون واقعا اصلا خوب کار نکرده اینا. به هر حال خبر خیلی خوبی یعنی بودش. به نظر شما بهتر شده برای استقلال؟ ببینید به هر حال آقای سمیر رو شما شناخت دارید؟ آقای سمیر که حال موقت هستش، ایشون هیئت مدیره است، اومده موقت گذاشتن، چون به هر حال خودتون میدونید مالکای جدید کردن از هولگ برها پتروشیمی خلیج فارس، اینا خودشون برنامه‌ریزی کردن. آقای شهریاری هم من شنیدم اومده، به هر حال اختیار تام دادن که ایشون کارا رو انجام بده. قبلا هم تو هیئت مدیره بودن. بله. ایشون من فکر می‌کنم احاطه دارن، میتونن کمک کنن. انشالله به امید خدا ما اینو به فال نیک میگیریم که هولدینگ اومده، هولدینگ خلیج فارس اومده، اولین کارش هم که شده یه مقداری بر سال درصد بدهی‌های بچه‌ها رو واریز کرد. این خیلی خبر خوشحال کننده که آقای نیکولام خیلی خوشحال بود این بابت که به هر حال واریز شده. من اعتقاد دارم انشالله به امید خدا این خبر خوبیه داره پیش میره، بذار کمک کنیم به این قضیه. یه سوال فقط خیلی کوتاه پاسخ بدین چون بریم سراغ آقای برزگر. این پسفند حالا اگر قرار باشه که خلیج فارس بیاد برای استقلال، شما قبول دارید؟ ببینید من خودم میگم استقلال، یعنی به اصطلاح وارد استقلال برای از اول بوده، اعتقاد دارم مردم، هوادارا همه با این تیم اونس گرفتن و الفت گرفتن، و حالا به نظر من دست نخوره بهتره این استقلال رو بذاره همون استقلالی باشه که مردم خاطرات زیادی باش دارن. آقای برزگر عزیز، نظر شما چیه راجع به این تغییر تحولات مدیریتی باشگاه؟ خدمت رو عرض کنم، با توجه به اینکه حالا ما طبق قانون AFC یک مالک نمیتونه صاحب دوتا تیم باشه و این دوتا تیم باید به بخش خصوصی تقریبا واگذار میشدن، خب حالا این اتفاق افتاد، به نظر من اتفاق خوبی میتونه باشه. حالا باید البته یه موضوعی که هست تو دراز مدت مشخص میشه از اینکه تیم ها بالاخره صاحب اعتبار شدن، البته خب قبلش هم بود، ولی خب الان یه ذره شرایط خیلی به نظر من بهتر شده برای هر دو تا تیم. حالا من در مورد پرسپولیس صحبت میکنم، ما الان چون خطر از حذف از آسیا بود این اتفاق افتاد، این اتفاقا تو دراز مدت جواب باید بشینیم نگاه کنیم و عملکرد رو ببینیم، ولی به نظر من اصلی ترین بخش این موضوع تو عملکرد این حالا دوتا مالک پرسپولیس استقلال سال بعد مشخص میشه. بله. تو نحوه یارگیری باید ببینیم چقدر اعتبار و بودجه در اختیار شما اعتقاد دارید که مدیریت باشگاه پرسپولیس میتونه ادامه بده، یعنی آقای درویش ما خب الان یه موضوعی هم هست، 6 تا بانک، خب باید ببینیم حتی تحفیز اختیار کردن به بانک یکی از بانک‌ها. آره. بله. چجوری میخوان هیئت مدیره رو انتخاب کنن چون اعضا باید 5 نفر باشن، بعد این 5 نفر رو چجوری میخوان به قول معروف انتخاب کنن، خب اینا بحثاییه که یه حالا یه بحثی راجع به صحبت‌های مهدی هاشمی نصب من دیدم داشتی گوش می‌کردی، حالا یه سری تکون می‌دادی، نظر چیه؟ شما بالاخره موقع بازی می‌کردید، هم بازی بودید. بله، به نظر من خب آقای هاشمی نصب هم بازیکن بسیار بزرگی بودن، هم تو استقلال هم تو پرسپولیس زمان ما هم بازی بنده بودن، دوست بنده هستن. فکر می‌کنم آقای مهدی بیشتر به حاشیه الان رفته و بهتره که حالا نمیدونم، حالا شاید به خاطر اینکه میخواد به قول معروف صدای هوادار باشه تو حالا ورزشگاه، ولی شاید هم به قول معروف فشار روشون باشه. میخوای نظر آقای نوری هم بپرسید؟ بله. من اینو بگم، مهدی از متأسف ترین بازیکنهای حالا
استقلال پرسپولیس هم بازی کرد، اما شما خودتون میدونید بیشتر گرایشش استقلال هستش. مهدی بسیار بچه مهربون و با تعصب و غیرتیه. ببینید نیمکت ما جناب اسدیان سالیان قبل خیلی ساکت بود یادتون باشه. بله. برعکس نیمکت پرسپولیس که آقا حاشیه و آقا برنامه‌ریزی و خودتون میدونید دیگه چیکارا میکردن. که خدا رو شکر مهدی اومده. خب به هر حال من فکر کنم مهدی جزء میگم بازیکن متعصب هستش. بودن مهدی هاشمی نسب اونجا خیلی لازمه، چون ما خیلی مظلوم واقع میشدیم اون موقع ها. الان آقای هاشمی نسب اومده خدا رو شکر. شما قبول دارید نیمکتتون قبلا خیلی شلوغ بوده یا حالا الان که خارجیه دیگه؟ از ما آقای نوری پیشکسوت بزرگ ما هستن، ولی خب به نظر من تیما بهتره که داخل زمین صحبتشون رو بکنن. فکر میکنم خب تو این چندین سالم پرسپولیس حرفاشو تو زمین با قهرمانی ها با بورای تو دیر آقا داخل زمین صحبت کنیم. چرا نمیذارن؟ کی نمیذاره؟ بیرون مهندسی میکنن آقا یه مقداری داخل. ما تو مستطیل سبز خدا رو شکر خیلی خوب هستیم، فوتبالی شاید کسی هست، اما بیرون آقا یه مقداری کمیته داوران، فدراسیون، کمیته انضباطی. ما نمیدونیم کمیته انضباطی آقای حسینی میاد یه صحبت کوچیک. بابا حق داره دیگه، با کاپیتان تیم اومده آقا محرومش کردن بازی به این مهمی رو. بل. که با تراکتور سازی خود شما خودتون میبینید چقدر مهم بوده این بازی. ما یه امتیاز فاصله با پرسپولیس داشتیم، اومدن یه کاری کردن حاشیه. بابا خیلی اصلا خوب نیست این کار به نظر من. نظر شما چیه؟ والا من گفتم پرسپولیس همیشه تو زمین حرفشو زده و اینکه حالا بالاخره تو شرایط فوتبال هم هست دیگه. حالا یه موقعی باید واقعا اگر پرسپولیس هم، حالا من برخلاف صحبت آقای نوری، اگر صحبتی هم تو پرسپولیس شده بر اساس همون حق خواهی برای تیم و نفرات بوده، ولی خب در کل حالا پرسپولیس نشون داده که تیم بزرگیه، بالاخره با قهرمانی مکرری که داشته و ما امیدواریم که امسال و مطمئن هستیم که تیممون قهرمان بشه. جناب اسد من اشاره کنم ما مشکلمون اینه که فقط ما زمانمون دیگه خیلی کمه. بفرمایید. بله. همه پشت پرسپولیس هم. ما صدا سیما میام همه پرسپولیسی هم. بله. نمیدونم وزیرا همه پرسپولیسی هم. تو جایگاه میشینن همه پرسپولیسی هم. درست. ما مشکلمون اینه که بیشتر پرسپولیسی هم. الان آقای کیومرث هاشمی پرسپولیسیه؟ ببین من نمیگم آقای هاشمی پرسپولیسی هست یا نیست، اما سالیان سال آقای سلطانی فر بود، قبلش آقای فعلا دیگه نمیخوام بالده به هر حال بس بشم، اما هر جا میریم 80-90% پرسپولیسی هست. اما خدا رو شکر استقلال اینقدر قدرتمند هستش، الان صدر جدول ما سال خدا رو شکر امسال قهرمان است. اگرم من آقای اصلا اینم اشاره بکنم، ما خدا رو شکر لیاقت قهرمانی داریم. اگرم احیانا امسال ما قهرمان هم اگه نشیم دوم بشیم، بازم دست بچه ها درد نکنه، دست جواد نکنم درد نکنه. بسیار خوب کار کردن و این اعضا هم کادر هم بازیکن ها رو باید طلا بگیرن، از واقعا عالی کار کردن، دستشون هم درد نکنه. آقای ورزگر خیلی کوتاه نظرت راجع به بازی آینده پرسپولیس چیه؟ این چند تا بازی که داره بازیش نسبت به استقلال سخت‌تره. بله نسبت به استقلال سخت‌تره، ولی من تو عرضم گفتم بالاخره تیم به یه شرط هارمونی رسیده. تیم لحاظ تاکتیکی حالا این دو تا بازی رو آلومینیوم و سپانو بذاریم کنار، ولی من مطمئنم که بچه هم فعل خواستن رو میخوان. تیم لحاظ اون قالب تاکتیکی که آقای عثمان ریخته خیلی خوبه. حالا یه ضعفایی هم تو خط دفاعی هست، انشالله برطرف میشه و حتما ایشون با تیم آنالیزی که دارن حتما بازی های آینده رو آنالیز خواهند کرد و انشالله نتایج خوبی به دست میاره و من مطمئنم که پرسپولیس قهرمان میشه. شما اسدی من یه اشاره بکنم ببخشید، این بازی با آلومینیوم من یه صحبتی هم کردم، گفتم این نتیجه پرسپولیس باید تو کتاب گینس ثبت بشه. سه جا کامبک خورد تو جریان بازی، تو وقت اضافه، تو پنالتی ها. یعنی سابقه نه آقای کوری هم بالاخره باید بخونه واسه پرسپولیس که آقا ضعیف بشه. میشه روتون رو با آقای برزگر کنیم برای من نخونه. بله بله حال دیگه فوتبال دیگه. حالا به قول معروف نظرتون راجع به چند تا بازی استقلال چیه؟ استقلال ببینید همه بازی ها جناب اصلا الان سخته، هر بازی یه فیناله. بله. به نظر من قصور بشه یه مقداری، به حال من فکر کنم حالا تقریبا میشه گفت کمکاری، اگه بشه که کمکاری نیستش، مثلا اشتباه بشه، اشتباه دیگه جایز نیست. بعد همه بازی ها رو ایشالا ببریم، ما سه امتیاز رو بگیریم که ایشالا قرار بشه. خیلی متشکرم از شما و از همه بینندگان عزیز. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.